کنفرانس در بروکسل، تروریسم دیپلماتیک رژیم آخوندی، وظایف اروپا. جمعه 16 سپتامبر 2022، 25 شهریور 1401. قسمت آخر. نه به آزادی دیپلمات تروریست اسدالله اسدی. فراخوان به ارجاع پرونده تروریسم رژیم آخوندی به شورای امنیت. بستن سفارتخانه های رژیم و اخراج ماموران اطلاعات آخوندی از اروپا. سخنرانی های جان برکو، رئیس و سخنگوی پارلمان انگلستان 2009 تا 2019. محمد محدثین، مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران. جان برکو، رئیس مجلس عوام انگلستان به مدت بیش از یک دهه تا سال 2019 گفت: این برای من افتخار و سرافرازی است که به این کنفرانس دعوت شدم. علت این که ما اینجا جمع شده ایم این است که از اعمالی که آن را تقبیح و محکوم می کنیم و به طور غیر معقولی بزدلانه است وحشت زده شده ایم. در مورد توطئه‌ای که علیه مقاومت ایران و تاریخچه آن صورت گرفته است، قابل تصور نیست که بتوان به چیزی شنیتر از این فکر کرد. ما فقط در مورد یک اقدام تروریستی و تعداد و میزان تلفاتی که میتوانست داشته باشد صحبت نمی کنیم، بلکه ما داریم در مورد عملی حرف میزنیم که از قبل طراحی شده و به خوبی بررسی و روی آن تفکر شده و نقشه کشیده شده است و از قبل هم بین کسانی که در این توطئه دست داشتند تمرین شده و از حمایت و پشتیبانی دولتی هم برخوردار بوده، که همه اینها طی حداقل چندین ماه طول کشیده است. هدف آن هم به طور بی‌رحمانه و از پیش محاسبه شده و شوم و سنگدلانه و البته غیرقانونی کشتار جمعی بوده است. endorsement and cajolery over a period of at least many months. And the purpose was coldly, calculatedly, cynically and cruelly, as well as, of course, illegally, to commit mass murder. The greater the mass, the better. As far as the evil and unhinged souls engaged in it. تا آنجایی که به این افراد مالیخولیایی که در آن دست داشتن برمیگردد، هرچه کشتار گسترده تر بهتر. لذا من فکر نمی کنم که بتوان در مورد ابعاد چنین جنایتی گزافه گویی کرد. ما نسبت به تأثیرات تروریسم و طرز تفکر تروریست ها آگاهیم. ما همه از وقایعی که در کشورمان اتفاق افتاده می دانیم، شامل اتفاقی که در دوران 10 سال خدمت من به عنوان سخنگوی مجلس در لندن و در منچستر افتاد. آنچه این توطئه خاص را نسبت به بقیه متفاوت می کند این است که این توطئه توسط کسی انجام شده که با خود لقب دیپلمات را هم می کند. یک حمله طراحی شده با حمایت کامل دولت مطبوعش که با کمک و حمایت همدستانش پیش برده میشد و با این بهانه انجام میشد که یک خانواده مثلا به تعطیلات شخصی می رود. این عمق بزدلی و دناعت این عمل بود که باید روی هر کدام از این کلمات تاکید گذاشت. Of cowardice and of depravity, underlining and underscoring all of this.
Now, let's be absolutely clear. If it had not been foiled by quite extraordinarily prodigious and concerted successful بگذارید کاملا تصریح و روشن کنم. اگر این توطئه توسط آژانس‌های مختلف از سراسر اروپا خونسا نمی‌شد، شمار قربانیان آن بدون شک به هزاران نفر می‌رسید و می‌توانست به 100,000 نزدیک شود. تا آنجایی که به توطئه‌گران مربوط می‌شد، هر چه تلفات بیشتر بهتر. این عمق بی‌تفاوتی و بی‌ارزش شمردن جان انسان‌ها برای توطئه‌گران است. من می‌خواهم به طور مختصر روی این کلمه دیپلمات هم تکیه کنم. در کنار این توطئه شاید این مسئله جزئی به نظر برسد، ولی از نظر سوژه مظنون و مورد اتهام در دادگاه جنایی و برخورداری از سیاست سکوت برای یک مدت قابل توجه و بعد آمدن و گفتن این که من به خاطر موضع دیپلماتیکم مسئولیت دارم، نه تنها قابل مناقشه است، بلکه رسواترین و مفتضح‌ترین توهینی است که به هزاران شخصیت مسئول و حرفه‌ای به عنوان دیپلمات در سراسر جهان می شود. این نقض اساسی روح و موضع دیپلماتیک است. It is quite the most egregious insult to the thousands of people engaged in the very responsible and indispensable profession of diplomatic service. It's a violation of the very essence of what it is to be a diplomat. What is a diplomat? Well, look, I mean, I can't educate you. خب، دیپلمات کیست؟ البته من نمیتوانم به شما خانم‌ها و آقایانی که اینجا هستید آموزش بدهم. شما نویسندگان و روزنامه‌نگاران با تجربه و حرفه‌ای هستید. شاید بسیاری از شما اینجا شهرت دوگانه در نهادهای مختلف در سراسر دنیا داشته باشید. لذا می‌دانم که این واژه برای شما آشناست و به خوبی می‌دانم که شما می‌دانید یک دیپلمات نماینده رسمی یک دولت در یک کشور دیگر است. یک دیپلمات همچنین کسی است که میتواند رفتارش با سایرین بر طبق روشی معقول و قانونی باشد. ولی فهم رژیم ایران از فعالیت دیپلماتیک به صورت معقول و قانونی این است که توطئه و نقشه بکشد و تبانی کند کسانی را که جرأت میکنند نظر خود را که متفاوت از آنهاست بیان میکنند در ابعاد وسیع کشتار جمعی کند. این تعریف توتالیتاریست های دیکتاتور است که به حقوق دیگران که با آنها متفاوت هستند اهمیتی نمی دهند و با آنها بحثی ندارند. They don't really believe in the right of others to differ from and to argue with and to seek to repudiate the viewpoint of themselves. Now if you look at that book, it consists of 9 chapters and it describes the plot and اگر به این کتاب نگاه کنید، شامل 9 فصل است که توطئه و هدف و روند کار و همه چیز را توضیح داده و در مورد حکم و نحوه پیشرفت قضاوت و سکوت‌ها و لایحه مجلس بلژیک تماماً توضیح داده است. در این مورد باید تأکید کنم که قاطعانه تأسف‌بار و رقت‌انگیز است. نکته اینجاست که اگر بخواهید هیولا را استمالت کنید، هیولا شما را نفی می‌کند و دیگران را هم نفی می‌کند. If you seek to appease the monster will devour you and it will devour others. It is a point, if I may say so. این نکته به طور غیرقابل انکاری روشن است که تنها انسانی که هیچ شعور معقولی نداشته باشد، این اصل را فهم نمی کند. زمانی فرا می رسد که ما قاطعانه چنین چیزی را قبول نمی کنیم. این قانون که در مجلس بلژیک تصویب شده، باید کنار گذاشته شود و بازبینی و لغو شود. البته ما در انگلستان یا آمریکا یا بلژیک یا فرانسه و دیگر کشورها باید به طور چند جانبه کار کنیم. اگر به هیولا آنچه می‌خواهد را بدهید، هیولا باز هم برمیگردد و برمیگردد و برمیگردد. If you give the monster what he wants once, he will come back for more again and again and again and again. And I think that this is something that deserves massive media attention. و من فکر می‌کنم این نیاز به توجه گسترده رسانه‌ای دارد. زیرا آنچه قرار است اتفاق بیفتد بدون ذره‌ای تردید خطا است. این کار نه قابل دفاع است، نه قابل کوچک نمایی و مشروع کردن. در پایان می‌خواهم در مورد شورای ملی مقاومت هم بگویم. من به مدت 22 سال در پارلمان انگلستان خدمت کردم. در این مدت هیچ نیروی اپوزیسیونی در هیچ کشوری ندیدم که مثل شورای ملی مقاومت ایران تا این حد سازمان یافته،
هماهنگ، صبور، مصمم و مؤثر باشد. هر سال و سال بعد از سال آنها به مجلس عوام می آمدند و با پارلمانترها صحبت می کردند و با پارلمانترهای هر دو حزب دوستی می کردند و روی هدف و موضوع کارشان تاکید می کردند. این کار را با پیگیری و احترام مطلق دنبال می کردند. این کتاب که کتاب آنهاست، یک بحث شعاری نیست، بلکه یک کار آکادمیک بسیار جدی و مؤثر است که علاوه بر 9 فصلی که در این کتاب هست، 80 صفحه جدول و ضمیمه وجود دارد. من تمام این کتاب را خواندم. این یک کتاب خارق العاده است و شایسته تقدیر است و درس ها و تجربه های آن باید مد نظر قرار گیرد. You have indulged me longer than I deserve, but I mustn't take the risk of the former senator calling me to order. Ladies and gentlemen, thank you. محمد محدثین، مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران، در مورد ساختار تروریسم رژیم آخوندی و اینکه چگونه معافیت از مجازات میتواند تروریسم را بیشتر تسهیل کند سخنرانی کرد. وی گفت: همچنان که در این کتاب نشان داده شده و آقای برکو همین الان تاکید کردند، در عملیات تروریستی که قرار بود در سال 2018 صورت بگیرد، آقای توریسلی و خانم بتانکور و بسیاری از ما آنجا بودیم. Was not an act of a rogue individual or. این توطئه تروریستی یک عمل توسط یک فرد یاغی یا چند نفر یاغی نبود. اگر این عمل یک فرد به تنهایی نبود، طرح یک حکومت تروریستی بود. توطئه‌ای شرم‌آور در بالاترین سطوح رژیم آخوندی بود. توسط شورای عالی امنیت رژیم که رئیس جمهور وقت این رژیم مسئولیت آن را به عهده داشت، یعنی حسن روحانی به اصطلاح میانه رو، این توطئه را شخص خامنه ای یعنی ولی فقیه رژیم تایید کرده بود. برای این توطئه رژیم ایران، وزارت اطلاعات و وزارت خارجه‌اش مسئولیت داشتند که آن را اجرا کنند. یک عمل تروریستی دولتی که در بالاترین سطح رژیم آخوندی تصمیم گرفته شده و وزارت کشور و وزارت اطلاعات مسئول اجرایش شده بودند. This plot was the Iranian regime assigned intelligence ministry and foreign ministry to implement this plot. Act of state terrorism decided in the highest level organization within the regime, approved by the supreme leader, assigned foreign ministry and intelligence ministry to implement this plot. همچنان که در این کتاب با جزئیات آمده، اجرای این عمل تروریستی تماماً با همکاری وزارت خارجه رژیم انجام شد. همچنان که وزیر خارجه قبلی رژیم در علن گفت، هدف اصلی وزارت خارجه امنیت است، نه سیاسی یا فعالیت‌های دیپلماتیک. ظریف وزیر خارجه به اصطلاح مدیره رژیم این موضوع را گفت. اسدالله اسدی یک دیپلمات ارشد شاغل در سفارت رژیم در وین بود. او به مدت 20 سال به اصطلاح دیپلمات بود. او خودش بمب را آورد. اسدالله اسدی was a serving senior diplomat at the regime's embassy in Vienna. He served as diplomat for 20 years. He brought the bomb himself personally, the bomb which professionally was made in Tehran in Iran. بمبی که به طور حرفه‌ای در تهران درست شده بود، از طریق یک پرواز تجاری از ایران به اروپا آورده شده بود. می توانید تصور کنید که انتقال یک بمب با یک پرواز تجاری با 200 سرنشین به چه معنی است. این کار با استفاده از یک چمدان دیپلماتیک صورت گرفته بود. And terrorist activities in European countries. اسدی مسئولیت یک شبکه گسترده از ماموران و فعالیت‌های جاسوسی و تروریستی را در کشورهای اروپایی بر عهده داشت. مقام‌های آلمان و پلیس آلمان که او را دستگیر کردند گفتند در دفترچه اسدی بیش از 190 اسم و آدرس وجود داشت.
اسامی و آدرس هایی در کشورهای اروپایی و متعلق به کسانی که با این سرکرده تروریست ها در ارتباط بودند. وزارت اطلاعات و وزارت خارجه‌اش با بالاترین سطوح این توطئه را هماهنگ کرده بودند. وزارت خارجه در اجرای این عمل تروریستی نقش داشت. همچنین شخص جواد ظریف وزیر خارجه وقت رژیم نقش داشت. او تماماً در این پرونده برای اجرای توطئه از طریق وزارتخانه‌اش دخیل بود. بعد از اینکه توطئه خونسا شد، ظریف برای جلوگیری از آسیب وارده تلاش کرد این موضوع را بپوشاند. وی مدعی شد که آن توطئه یک پرچم عوضی است. حتی بعد از احکام دادگاه ها، متاسفانه کشورهای اروپایی اقدامات قاطعی در پیش نگرفتند، بلکه به بیعملی دست دادند که این بیعملی رژیم را برای عملیات های تروریستی بیشتر جری تر می کند. امروز با گروگانگیری این کار را می کند. رژیم تلاش می کند آزادی یک تروریست محکوم شده در زندان یعنی اسدی را به دست بیاورد. اول خودشان توطئه تروریستی را انجام می دهند، بعد می خواهند با گروگانگیری تروریستشان را آزاد کنند، آن هم با ادعای مسئولیت دیپلماتیک. Under the pretext of claiming diplomatic immunity for Assadi, the Iranian regime publicly states that it does not recognize the ruling of the court in Belgium. رژیم میگوید اصلا حکم دادگاه بلژیک را به رسمیت نمی‌شناسد. مقام‌های رژیم ایران همچنین به خاطر دستگیری و بازداشت به قول خودشان غیرقانونی اسدی خواستار پرداخت خسارت شدند. به همین دلیل روشن است اگر طبق این معاهده که بلژیک امضا کرده، اسدالله اسدی اگر به ایران برگردانده شود، نه فقط آزاد خواهد شد و پاداش خواهد گرفت، بلکه یک کارت سفید برای رژیم خواهد بود تا به تروریسم بیشتر در بلژیک و اروپا دست بزند. But the action would also be a carte blanche to the regime for more. رژیم ایران مأموران زیادی مثل اسدی در سفارتخانه‌هایش دارد که تحت عنوان دیپلماتیک کار می‌کنند. با آزاد کردن اسدی این مأموران جری‌تر می‌شوند تا اعمال تروریستی بیشتری در کشورهای اروپایی انجام دهند. زمان آن است که اروپا اقدامات قاطعی را در پیش بگیرد. زمان آن است که اروپا و کشورهای اتحادیه اروپا همه اطلاع در مورد مأموران رژیم را در کشورهای اتحادیه اروپا افشا کنند. زمان آن است که اقدامات عملی انجام شود، از جمله بستن سفارتخانه‌های رژیم در کشورهای اروپایی و اخراج مأموران رژیم. این سیاست قاطع برای صلح و امنیت در اروپا و جهان ضروری است. It is time to take practical step by shutting down the regime's embassy in all European countries and expel its agents. This firm approach is necessary for peace and security in Europe and the world. Thank you very much.